بعضی ها به اینجای بحث که میرسم میگن خب چون ما تو ایران هستیم باید یه محیط انگلیسی برامون ایجاد بشه تا بتونیم انگلیسی فکر کنیم و برای اینکه محیط انگلیسی ایجاد بشه باید توی کلاس زبان فقط انگلیسی حرف زد اما نه اینطور نیست این روش محیط انگلیسی مصنوعی برای بچه ها جواب میده نه بزرگسالان یادتون باشه آموزش زبان به بچه ها با آموزش زبان به بزرگسال فرق داره برخلاف کودک که نیازی به یادگیری اصول نداره ذهن یه بزرگ سال نیاز داره که اصول رو یاد بگیره چون همش در حال تحلیله. ما بزرگ سال ها نمیتونیم مثل یه کودک یاد بگیریم ضمن اینکه یه کودک هیچ زبانی بلد نیست. زبان مادریش هر زبانی که باشه اولین زبانیه که یاد میگیره یه تجربه نابه با چیزی نمیتونه مقایسش کنه و حتی کودکانی که همزمان با زبان مادری در معرض زبان دوم و سوم قرار میگیرن چیزی از اصول یادگیری زبان نمیدونن که بخوان آگاهانه تجزیه و تحلیل کنن در صورت که شما به عنوان یه بزرگ سال حداقل یه زبان زبان فارسی رو بلدید و کامل بهش تسلط دارید پس هر زبان دیگه ای بخواید یاد بگیرید ذهنتون مدام درگیر مقایسه است دیگه یادگیری زبان برای شما تجربه نابی نیست مثل یک کودک به همین دلیل شیوه آموزش زبان به بزرگ سالها باید با شیوه آموزش به کودکان فرق داشته باشه آموزش زبان دوم به کودک باید کاملا غیر مستقیم باشه درست مثل زبان مادرش چون کودکه ذهن بچه ها خودش جا و کاربرد لغات و اصطلاحات رو پیدا میکنه به کودکان نباید به صورت مستقیم زبان را آموزش داد یعنی نباید اونها رو به کلاس زبان فرستاد یا بهشون مستقیما یاد بدیم فلان چیز به انگلیسی چی میشه چون حتی ممکنه نتیجه عکس بده یا از زبان زده بشه یا تا یه حدی پیشرفت کنه و بعد از اون دیگه درجا بزنه بزرگ حداقل یه زبان بلد هستند و بر یه زبان مسلطن همون زبون مادرشون. وقتی بزرگ سالها میخوان زبان جدید یاد بگیرن در درجه اول حوصله یه کودک رو ندارن. بچه ها تکی چند سال زبان یاد می و یه پروسه طبیعی و طولانی رو طی می کنن. که فکر نمی کنم هیچ بزرگسالی حاضر باشه تحمل کنه. یه بچه وقتی داره برای اولین بار زبان مادریش رو یاد میگیره هیچ وقت نمیاد بپرسه میخوام بگم فلان چیز به فارسی چی میشه اصلا نمیتونه بپرسه از همون اول پرسیدن براش مفهومی نداره بچه مجبور منتظر بمونه چون کار دیگه ای بلد نیست زبون مادری اولین زبونیه که یاد میگیره و چاره ای نداره جز اینکه بذاره زمان بگذره دیدید بچه ها وقتی اولین بار کلمه مامان رو یاد میگیرن به هر خانومی میگن مامان به خواهرشون میگن مامان به مادر بزرگشون میگن مامان به امه و خالشون میگن مامان چشمشون یاد گرفته خانم ها چه شکلی هستن و تصورشون اینه که هر کی خانومه مامانه اما با گذشت ماه تازه میفهمن هر خانومی مامان نیست و اسم خانم های مختلف فرق داره حالا به من بگید کدوم بزرگسالی حاضر این کار بکنه کدوم بزرگسالی حاضر چندین ماه سر فقط یک کلمه تو زبان انگلیسی گیر بمونه من که کسی و سراغ ندارم بچه ها از زمانی که در معرض زبان قرار می گیرن تا زمانی که اولین کلمه رو به زبان بیارن حداقل 6 ماه منتظر میمونند. باز هم کاریه که یه بزرگسال حاضر نیست انجام بده. و تازه از سن شش ماهگی که شروع میکنن به گفتن اولین کلمات تا 4 و 5 سالگی که بتونن جملات کامل و درست بسازن، باز هم دانش زبانیشون از زبان مادری محدود و ناقصه. و مسائل خیلی زیادی وجود داره که حالا حالا ها باید برای فهم و درکش وقت بذارن. آموزش زبان دوم به کودکان باید به صورت کاملا غیر مستقیم عینا مثل زبان مادری باشه یعنی براشون محیط مصنوعی انگلیسی درست بشه اما هرگز سعی نشه که چیزی رو بهشون مستقیما آموزش بدن باید اجازه بدم بچه در محیط مصنوعی خودش یاد بگیره مثلا با تماشای کارتون انگلیسی زبان بچه هایی که از سن کم در معرض بیش از یک زبان قرار می گیرن شاید کمی دیر به حرف بیان یا وقتی صحبت می کنن کلمات زبان مادریشون رو با زبان دیگه که داره به صورت غیر مستقیم بهشون آموزش داده میشه قاطی کنن اما به ذهنشون جای هر کدوم رو پیدا میکنه. این نوع آموزش یعنی آموزش از طریق ایجاد محیط مصنوعی صرفا برای بچه هاست. بگید ببینم کدومتون به عنوان یه آدم بزرگ سال حاضرید این همه سال وقت بذارید برای یادگیری زبان. اون هم در سطح خیلی مبتدی. میگم مبتدی چون یه بچه پنج ساله هر چند رم جملات صحیحی بسازه و به زبون بیاره در مورد مسائل محدود و بچگانه میتونه جمله بسازه و فهم بسیار ناقصی از جهان اطراف خودش و مسائل روزمره داره. حالا کدومتون صبوری بچه ها رو دارید؟ یه بزرگسال بی سبره و ذهنش مدام در حال تجزیه و تحلیله. میخواد بدونه دونه به دونه چیزهایی که میشنوه به زبون مادری خودش چه معنایی میدن و این شیوه آموزش یعنی شیوه محیط مصنوعی در مورد بزرگ سالها جواب نمیده. پس اگه جایی تبلیغ آموزش زبان انگلیسی مانند زبان مادری رو مشاهده کردید بدونید که در مورد بزرگ سالها جواب نمیده. زمانی اینم اضافه کنم یادگیری زبان به معنی نیست که فقط یاد بگیرید خودتون رو به انگلیسی معرفی کنید بگید چند سالتونه شغلتون چیه و کجا زندگی میکنید یادگیری زبان یعنی وقتی فیلم و سریال زبان اصلی تماشا میکنید بدون زیرنویس درکش کنید یعنی وقتی اخبار انگلیسی تماشا میکنید یا گوش میدید بفهمید چی میگه یعنی وقتی مجله و روزنامه و کتاب به زبان انگلیسی میخونید براتون کاملا قابل درک باشه پس اگه جایی با روش به اصطلاح زبان مادری بهتون انگلیسی یاد دادن و نتیجهش این بود که کلا میتونید خودتون رو به انگلیسی معرفی کنید و چهار تا سوال دم دستی رو جواب بدید نگید نه این روش جواب میده من اینطوری یاد گرفتم.